5 تن به اتهام به حرمتی و لتکوب پلیس در کابل بازداشت شدند. با نام خداوند بخشاینده مهربان، برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل اوور اسمارت را سابسکرایب نمایید. 8 صبح کابل می نویسد وزارت امور داخله از بازداشت 5 نفر به اتهام به حرمتی و لتکوب پلیس خبر داده است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله روز جمعه 13 حمل گفته است که این 5 تن در چک پوینت دهبوری در ناحیه سیوم شهر کابل و پلیس موظف به حرمتی کردند و بازداشت شدند. و گفته آریان این افراد زیر نظارت قرار گرفتند. سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که دست بلند کردن بالای پلیس جرم است و باید افراد متهم پاسخ بدهند و طبق قانون مجازات شوند. در ویدیویی که در این صحنه به نشر رسیده است چند نفر را نشان می‌دهد که با پلیس درگیر شدند. این در حالی است که خبرنگاری در افغانستان قربانی شدن در جنگ و صلح است. نکته غم انگیز این است که قتل به محابای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و حتی اعضای خانواده‌های آنان حتی برای قدرت‌های مدعی حمایت از دموکراسی و آزادی به ویژه آزادی بیان به عنوان یک ارزش فراگیر بشری نیز عادی شده و به جز واکنش‌های سیاسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای هیچ پیامد دیگری ندارد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که گروه طالبان خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از جمله زنان را عمدن هدف قرار می دهد. قبل از این نهادهای حامی رسانه های افغانستان گزارش داده بودند که در مدت یک سال گذشته 11 خبرنگار در افغانستان کشته و 50 خبرنگار دیگر نیز مجبور به ترک کشور شدند. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده که حمله بر خبرنگاران در سراسر افغانستان بعد از آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح در دوحه سیر سعودی داشته که باعث افزایش نگرانی، حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه ها در روند استقرار صلح شده است. دیدبان حقوق بشر مدعی شده که فرماندهان و جنگجویان طالبان انواع تهدیدات، ارعاب و خشونت را در مناطق تحت نفوذ خود و همچنین در کابل علیه جامعه مطبوعاتی افغانستان به کار بردند. در این گزارش آمده که با توجه به اینکه رهبران طالبان در شهر دوحه تهدید خبرنگاران را توسط افراد این گروه انکار کردند، ولی آنان گفتند که فقط خبرنگاران به درد آنها می‌خورند که به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارند. یافته‌های گزارش دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر دشواری‌های کار خطیر خبرنگاری در افغانستان را مورد توجه قرار می‌دهد. همان کاری که به اندازه خطرناک است که از خبرنگاران بی‌دفاع هم در شرایط جنگ و هم در شرایط صلح قربانی می‌گیرد و این قربانی اکنون برای همه طرف‌های دخیل و درگیر در قضایای افغانستان کاملا عادی شده، به گونه‌ای که هیچ واکنش و حساسیت و نگرانی را بر نمی انگیزد. تشکر از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم.